سلام خدمت بینندگان عزیز، ژیلا سیفی هستم و با برنامه دیگری از آرامش درون در خدمت شما عزیزان. بله، آرامش درون که فقط با پاکسازی ویروس کامپیوتر درونتون عزیزان امکان پذیره. منظور از ویروس کامپیوتر درون انسان یعنی همین ویروسی که مغز ما رو درگیر میکنه و منظور از مغزم جسم مغز نیست. من اصلا با جسم مغز کاری ندارم، بلکه با برنامه‌ای که درون مغز ما هستش و حتی قبل از تولد این برنامه ها در مغز ما پروگرام شده، برنامه ریزی شده و تا امروز تا این لحظه از ما انسانی رو ساخته که خیلی وقتا ممکنه حتی خودمون با خودمون مشکل داشته باشیم و این مغزمون برنامهش دچار ویروس شده. در اون مورد صحبت میکنم و منظور از ویروس هم ویروس برنامه‌ایه که این کامپیوتر درونمون رو برنامهش رو مختل کرده، باعث شده که ما خیلی از مسائل روحی روانی پیدا کنیم، خیلی از مسائل جسمی برای ما ایجاد کرده. و چقدر خوبه که یک شناخت بیشتری داشته باشیم راجع به مغزمون و برنامه مغزمون، چرا که انسان با مغزشه که انسانه. یک انسان زمانی که مسائل مختلف خودش رو میتونه حل بکنه، شرایط روحی خودش رو تعادل بهش بده، مسائل جسمی خودش رو پیشگیری بکنه از ابتلا شدن، یا زمانی که بیمار شد کمک بکنه سریعتر درمان بشه، بستگی به این داره که چقدر شناخت داره، مغزش رو راجبش اطلاعات پیدا کرده، چقدر این مغز رو تربیت کرده، آموزش داده. بله عزیزان، ما میتونیم مغزمون رو تربیت بکنیم، آموزش بدیم. ولی تا امروز اگر بیننده جدیدی هستین، اولین بار دارین این برنامه رو میبینین و نمیدونین که داستان چیه، داستان اینه که ما یه مقدار بایستی که شناخت پیدا بکنیم از برنامه‌های درونی مغزمون، شناخت پیدا کنیم از ویروس‌های درون کامپیوتر درونمون که تمام زندگی ما، شرایط روحی، جسمی ما رو مختل کرده. و برای اینکه این شناخت رو پیدا بکنیم از این ویروس‌هایی که کامپیوتر درون ما رو درگیر کرده، یک راه بسیار ساده، آسان وجود داره و کشیدن یک نقاشی بسیار ساده است. دقیقا مثل این نقاشیی که روی صفحه تلویزیون شما عزیزان میبینین که حتی یک کودک 5-6 ساله هم میتونه بکشه. عزیزانی که تماس گرفتن و میگن دقیقا همین آدمک رو باید بکشیم، نه عزیزان، این یک الگوه، یک مدله که شما بدونین فقط یک آدم رو باید بکشین، اونم در تنهایی خودتون، یعنی کسی توی اتاق نباشه که نظر بده به شما بگه که حالا این چه آدمیه که کشیدی، اصلا به شبیه آدم نیست، چرا این عضو گذاشتی نذاشتی. این کار نمیکنه، نتیجه نخواهین گرفت. اگر میخواین مغزتون رو شناخت پیدا کنین، از برنامه های مغزتون اطلاعات پیدا بکنین، بدونین که چه ویروس هایی درگیر کرده و این مسائل رو که امروز باهاش درگیر هستین رو ایجاد کرده، یک نقاشی بسیار ساده، یک آدمک رو بکشین با شماره تلفن 818-657-9253 تماس بگیرین، این نقاشیتون رو برای من بفرستین، میتونین تکستش بکنین، میتونین ایمیلش بکنین. و قدم اول که تشخیص و شناسایی ویروس کامپیوتر درونتون هستش برداشته میشه. اگر ما بدونیم که مهمترین عضو بدن ما مغزمونه، خیلی راجبش تحقیق میکنیم، چرا که تمام باورها، تمام افکار، تمام احساسات ما ناشی از مغزمونه و برنامه‌ای که درون مغزمون هستش. و تا به امروز علم پزشکی به اینجا نرسیده که بتونن مغز رو تعویض بکنن، مغز یک نفر رو بردارن برای کسی دیگه بذارن، یا حتی مغز مصنوعی بسازن و اگر کسی که مشکل مغز پیدا کرد، حالا بیان بگن که اوکی این مغز رو برمیداریم، حالا یه مغز مصنوعی به جاش میذاریم. تا امروز این اتفاق نیفتاده. پس ببینید این عضو چقدر مهمه. تمام زندگی ما،
درگیر این مغزمونه و چقدر خوبه وقت بذاریم یه مقدار شناخت نسبت بهش پیدا بکنیم و بدونیم میتونیم این برنامه ها رو تغییر بدیم. محکوم نیستیم تا آخر عمر به گونه ای که این برنامه ها در مغز ما گذاشته شده زندگی خودمون رو ادامه بدیم. بله عزیزان، اگر که فردی فکر میکنه که مثلا یک آقایی که مشکل قلبی پیدا کرده و حالا قلبش رو عوض میکنن، تعویض میکنن، یک پیوند قلب جدید به این فرد میدن، به این آقایی که بیماره و به ناچار مجبوره که قلبش رو عوض کنن و یک پیوند قلب بهش بدن، حالا امروز این آقا به هوش اومده، حالش خوب شده و خانمان عزیز توجه بکنن به این قسمت که شما هیچ انتظاری از همسرتون با قلب جدید نداشته باشین. فکر نکنی معجزه اتفاق میفته و چون حالا قلبش عوض شده، سنگدل بوده، بیرحم بوده، کم توجه بوده، مهربان نبوده، عاشق شما نبوده، حالا اگر قلبش عوض شده یک بار همه چیز تغییر میکنه، این آقا با قلب جدید عاشق دلخسته شما میشه. این اتفاق نخواهد افتاد، چون درسته که میگن در قلب منی عاشقتم، ولی اینا در قلب نیست، اینا در مغز انسانه. باید مغز رو پروگرامش رو تغییر داد، باید برنامه مغز رو تغییر داد. امروز میخوام یه مقدار بیشتر راجع به مغز صحبت بکنم و بگم عزیزان، همونجور که ما میتونیم با ورزش کردن ماهیچه‌های بدنمون رو، عضلات بدنمون رو قوی بکنیم، ما میتونیم مغزمون رو هم بهش ورزش بدیم. بله عزیزان، آیا تا به حال باشگاه ورزش مغز شنیدیم؟ آیا ما میدونیم که ما میتونیم مغزمون رو ورزش بدیم و با ورزش دادن مغزمون قوی تر بشه؟ بله، این یک مغزه که در حال ورزش کردنه، مغزی که داره ورزش میکنه تا قوی تر بشه. دقیقا مثل بدن که اگه ورزش کنه قوی میشه، مغز انسان هم اگر ورزش کنه قوی میشه. همجور که توی عکس میبینین دو تا نیمکره در مغز وجود داره، نیمکره راست و نیمکره چپ. نیمکره راست رو میخوایم بهش ورزش بدیم، میخوایم قوی ترش بکنیم. افرادی که نیمکره راست مغزشون بنا به دلایل مشکل پیدا کرده، یک فرد ممکنه تصادف کرده باشه، ممکنه زمین خورده باشه، ضربه مغزی شده باشه، یک فردی ممکنه سکته کرده باشه و نیمکره راست مغزش مشکل پیدا کنه، حالا این فرد میخواد که این نیمکره راست مغز خودش رو بهش ورزش بده، چی کار باید بکنه؟ آیا وزنه بذاره روی مغزش؟ مثل این عکسی که دیدیم؟ نه عزیزان، نیمکره راست مغز انسان با حرکت کردن، با فعالیت داشتن قوی میشه. به میزانی که شما راه میرین، میدوین، ورزش میکنین، نیمکره راست مغز شما قوی میشه. قابل توجه افرادی که مدام، مخصوصا پدر مادرها، روی مبلای راحت میشینن و سریال ها رو دنبال میکنن، این هیچ کمکی نمیکنه که نیمکره راست مغزشون تقویت بشه. پس برای ورزش و تقویت نیمکره راست مغزمون باید فعالیت کنیم، حرکت کنیم، ورزش کنیم. اگر میشینین عزیزان، پدر مادرهای عزیز، میشینین سریال ها رو دنبال میکنین، وسطش پاشین، راه برین، حرکت بکنین و بذارین این نیمکره راست مغز شما تقویت بشه. یک حرکت به خودتون بدین. اما در مورد نیمکره چپ مغز چطور؟ حالا ما میخواییم نیمکره چپ مغزمون رو ورزش بدیم و قویش بکنیم، تقویتش کنیم. بله، نیمکره چپ با صحبت کردن، با حرف زدن قوی میشه. الان من اگه با بیننده عزیزی که روی خط صحبت کنم، نیمکره چپ مغز من و این بیننده قوی میشه که تماس گرفته. پس شما گوشی ها رو بردارین و تماس بگیرین. آرامش درون بفرمایی. سلام علیکم. سلام جانم عزیز، یکم بلندتر صحبت کنین، صداتون قابل پخش بشه. مرسی جانم. من برای شوهرم میخواستم بپرسم،
این سکته مغزی کرده، بله یکم فراموشی نداره ها. بعضی موقع مثل که مغزش سیگنال نمیده به کاراش بکنه. من بله. چجور میتونم با این؟ چند وقت عزیزم همسر شما سکته کردن؟ بله 3 سال و نیمه. سه سال و نیم. آیا پزشکان گفتن که این سکته رو کدوم نیمکره مغزشون اثر کرده؟ نیمکره راست یا چپ؟ اطلاعاتی چپشه. جان چپشه؟ بله. خب آیا ایشون موقع صحبت کردن مشکلی پیدا میکنه که گاهی وقتا نتونه لکنت پیدا کنه یا مشکل تکلم داشته باشه؟ قبلا بله، ولی حالا خوب حرف میزنه. خوبه حالا. یعنی در واقع اون گرفتگی که بوده، اون رگ‌هایی که گرفته شده یا حالا توسط دارو یا هر چیز دیگه باز شده الان، درسته؟ بله باز شده. خوبه حالا. خب پس الان مشکل تکلم نداره، هیچ مشکل خاصی در رابطه با اون سکته‌ای که کرده بوده نداره، درسته؟ نه خیر. فقط این بعضی موقع اصلا یادش میره بره مثلا کاراش بکنه، یا این که یادش میره خیلی فرق میکنه. اگر این عزیز خودش روی خط میمد، خب ما خیلی راحتر میتونستیم بله، با هم صحبت کنیم. هستن؟ خانم دکتر میخوان اگر اصراری نه، اگر مایل هستن خودشون صحبت کنن، اگر نه بله. مایل هستن بله، صحبت بله، کنن؟ بله هستن، اینجا هستن. اگه خواهش میکنم، خوشحال میشم باهاشون صحبت کنم. سلام علیکم. سلام عرض کردم جانم، بفرمایید. از شما چند سالتونه؟ 76 سالتونه، درسته؟ بله. خب همسرتون فرمودن شما گاهی وقتا فراموش میکنین کاری رو انجام بدین، میشه خودتون توضیح بدین الان در حال حاضر مسئلتون چیه؟ اصلا فکر نکنین سکته مغزی کردین، اونو فراموش کنین. خب الان علت این که تماس گرفتیم با برنامه چیه؟ در حال حاضر چه مشکلی داریم؟ همه چی مرتبه، هیچ مشکلی نداری؟ نه. پس علت این که با برنامه تماس گرفتیم چیه؟ جان؟ شما در این رابطه با پزشک مالجش تماس گرفتین که آیا از مغزش امارای بکنن، یه چکاپ پزشکی بشه و بگن آیا تشخیص خودتونه که مغزش سیگنال نمیده به بدنش این کارو انجام بده، خودتون تشخیص دادین یا رفتن پزشک این تشخیص رو داده؟ دکترها گفتن تو بیمارستان گفتن که سیگنال نمیده بعضی وقتا به بدنش. بله. یعنی یه مقدار دیرتر میرسه. بله. درسته؟ ولی بله. این که دیرتر میرسه در طول روز آیاشون پا میشن فعالیت‌های روزمره رو انجام میدن؟ چیزی که شما رو اذیت میکنه اینجا چیه؟ نه با اصلا بعد ما 24 ساعت خوابیده. آها 24 ساعت. خب این 24 ساعت خوابیدن ربطی به سکته مغزی نداره. ایشون داروی برای خواب میخورن؟ داروی آرام بخش یا خواب آور؟ این آرام بخش میخوره، ولی همون دارو میخورن. بعضی ما خیلی خوبه، بلند میشه خودش میاد کاراش میکنه میره میاد. بعضی موقع میگه مغزم، خودش میگه مغزم نمیدونم. خب ببینین گاهی وقتا عزیز، حتی همسر شما خب با توجه به سنش، با توجه به سکته‌ای که کرده، خب این صحبت‌های شما واقعا میشه قابل درکه و نرماله که این مسائل رو داشته باشه. خب ولی برای خودتون تا به حال پیش نیومده که میخواییم پاشیم ورزش کنی ولی احساس میکنین که بدنتون کشش نداره یا حال ورزش کردن ندارین، یا تا حال براتون پیش نیومده که وقتی میرین آشپزخونه در یخچال باز بکنین بعد بگین اصلا اومده بودم چی بردارم، در یخچال ببندین و برگردین؟ برای خودتون تا به حال پیش نیومده؟ بله اونا هستن. خب اگر اینا هست، خب مخصوصا فردی که سکته کرده زمینه استراب درش زیاده. زمانی که این فرد استرابش زیاده دچار فراموشی میشه، یعنی خیلی از مسائل رو فراموش میکنه. حتی یک فردی که سالمه هیچ مسئله ای نداره،
اما انقدر مغزش مشغول برنامه‌های مختلف زندگیشه، انقدر درگیر مسائل مختلف زندگیشه که یک دفعه میبینی یک کاری میخواد انجام بده، فراموش میکنه که باید چی کار انجام بده، استراب پیدا میکنه، استرابش باعث میشه روحافظش اثر بذاره، ولی موقته و گذراست. خب اما امروز همین راجع به مغز میخوایم صحبت بکنیم که چه راههایی وجود داره که مغزمون رو تقویتش کنیم. برای همسر شما خوبه این برنامه رو ببینن که چه راههایی وجود داره که مغزمون رو قوی تر کنیم، مثل یک عضوی که تنبل شده نمیخواد فعالیت بکنه، حرکت بکنه. در این رابطه میخوام صحبت کنم. اما مورد دیگه که شما اشاره کردین که همسر شما ساعتهای طولانی میخوابه، خب آیا تأثیر داروهاست که میخوابه؟ آیا به خاطر اینکه این استرابش تبدیل به افسردگی شده؟ چون افسردگی پرخوابی میاره، یه فرد اصلا همش میخواد بخوابه، 16-17 ساعت خوابیده، از خوابم سیر نمیشه، در واقع از مسائل مختلف زندگیش داره فرار میکنه و انتخاب کرده بخوابه چون در خواب راحته. نه، خواب که خوابش نمیبره، فقط دراز، فقط دراز میکشه، حرکت بدنیش کم شده. بله خب. همون قدم جانم میخواد بگه خانم دکتر. جانم حتما قدم دور. بله این برعکس من نمیخوام چی، من تازه بکشم قلتک میزنم، قلتک میزنم. بله که خوابیده قلتک خواب میخواب چی قلتک میزنم، اون برای این برای اون برم کنم. معمولا چند ساعت توی رخت خواب هستین؟ همین که میگین نمیخوابین، خوابتون نمیبره ولی بیدارین و در بیداری غلطک میزنین، چند ساعت ممکنه در طول روز براتون اتفاق بیفته؟ 5 ساعت 6 ساعت غیر از اون خواب شب که دارین؟ بیدار شدین در طول روز چند ساعت توی رخت خواب هستین؟ چند ساعت عزیز؟ من متوجه نشدم چند ساعت؟ 24 ساعت خانم دکتر. 24 ساعت خانم دکتر، 24 ساعت رو تخت خوابه. خب ببینید، اولا که حتما قدم اول، نه در مورد همسر شما، هر فرد دیگه با برنامه من یا با هر برنامه دیگه تماس میگیره، حتما با پزشک معالج خودش صحبت کنه، نظرشون رو ببینه، کاری که لازمه انجام بده، داروهایی که لازمه بخوره. در کنارش کارهایی که ما میگیم، راهکارهایی که تجربه ثابت کرده، نتیجه گرفتیم، کلاینتا کار کردیم، نتیجه گرفتن رو اینجا ارائه میکنیم که برنامه تماشا بکنید. تا آخر برنامه راهکارها رو میگیم که چطوری همسر شما میتونه مغزش رو قوی تر بکنه. ولی این آره با دکتر همیشه هست، شرما میره دکتر رو، یعنی با دکترش هستیم. مشکل افسردگیشون رو مطرح کردین که ممکنه روحیه خوبی نداشته باشن؟ خب اگر خوبه ایشون تلویزیون تماشا میکنن، الان که برنامه منو دارن نگاه میکنن، بیننده خوب برنامه من هستن، آیا برنامه دیگه تلویزیون رو دنبال میکنن، نگاه میکنن؟ بیشتر اخبارا، اخبار نگاه نمیکنه، فقط میشنوه، میشنوه. شما به نظر من یه مقدار نگرانی خودتون رو کم بکنین، توجه و تمرکزتون از روی همسرتون بردارین، بذارین به حال خودش باشه. به میزان این که شما میخواین کنترل بکنی، امروز راه نرفتی، ایشون واکنش برعکس پاسخ وارونه میده و بیشتر تو رخت خواب میمونه، بذاریم به حال خودش باشه، دوست داره تو رخت خواب بمونه بمونه، شما نگران نباشین. هر چقدر بیشتر الان نگرانی شما از اون واقعیتی که هست بیشتره. بله شما نگرانیتون بیشتر از اون چیزیه که همسر شما داره صحبت میکنه، داره تلویزیون تماشا میکنه، یعنی اون سکته‌ای که کرده که رو نیمکره چپش میگین اثر کرده، خیلی قشنگ داره صحبت میکنه، تازه در مورد چیزی داره صحبت میکنه که مورد علاقش هم نیست، رو خط تلویزیون در مورد ایشون، در مورد خودش، مسائلش، که زیادم راغب نیست رو خط بخواد راجع به این مسائل صحبت کنه. به نظر من شما بذارین به حال خودش باشه، زیر نظر پزشک باشه و راهکارهایی که تو این برنامه ارائه میدیم برای تقویت مغز رو دنبال بکنین. مرسی از تماستون، مرسی از توجهتون به برنامه. خواهش میکنم، مرسی از توجهتون، خدا نگهدارتون، خدا حافظ. آرامش درون بفرمایید. بله
سلام عرض میکنم خانم سیفی هستم. سلام عرض میکنم جانم، بفرمایید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خدا باشه. البته با اجازه شما میخوام بگم که اگه مغز خودمون همیشه بذاریم خسته بشه، ناراحتی ها ایجاد کنیم، همیشه تو فکر رو نمیدونم دیپریشن حالت داشته باشیم، هیچ وقت سالم نخواهیم بود. باید تمام منفی هایی که در مغزمونه هر چی که هست بشوریم. اشکال پیدا شده مثل این که جان الان خوبه؟ الان صداتون کم بود عزیزی، کم سر کردم. بله. الان صداتون بهتر شده. الان خوب شد؟ بله عزیزم جانم. اینو میگفتم با اجازتون که مغزمون رو خسته نکنیم از کارهای منفی، از کارهایی که بی خود بیهوده داریم فکر میکنیم. وقتی که من نمیتونم کاری رو انجام بدم، چرا باید اینقدر استرس ناراحتی برای خودم پیش دارم که اینقدر مغزم ناراحت بشه، خسته بشه، اذیت بشه؟ وقتی که ما خدایی داریم که واقعا عارف القلوبه، وقتی که خدایی که میتونه حکمت ببخشه، خدایی که میتونه ما رو راهنمایی بکنه، کمک بکنه، چرا بذاریم کنار بدون ایمان زندگی کنیم که اینقدر زجر و ذلت بکشیم؟ تمام روز میتونیم 5 دقیقه 10 دقیقه با خدای خودتون صحبت بکنید، درد دلتون رو بهش بگین، آرامش درونی پیدا بکنین که این مغزتون از خستگی در بیاد. خواهش میکنم از شماها، من نوعی که اینقدر ناراحتی خیلی دارم، ولی هیچ وقتم فکر نمی کنم 3 تا نوه گلم دیگه چقدر بگم. تو ایران دست مردم، دست یک عده انسان، یعنی مسلمون انسان که الان در ایران هستن و دارن نگهداری میکنن. پس من چجوری مادر بزرگم که اینقدر خودمو قانع میکنم فقط میسپارم به دست خدا؟ برای چی؟ چون قادر مطلقه که مشکل گشا خودشه. یکم آدم باید ایمان داشته باشه. همیشه قدیما اینقدر ایماندار بودن که میتونستن زندگی راحت داشته باشن. کی میتونه بگه الان مشکل ندارم؟ هممون به نوعی مشکل داریم، ناراحتی ها داریم، نمیدونم وضع مالی، هر جور که فکر کنی، ولی وقتی همیشه درد و دل با خدای خودت کردی، راهنمات میشه، نمیذاره که بیشتر زجر و ذلت رو تو کثافات زندگی فرو بری. ازتون خیلی ممنونم. مرسی از سرتون رو بردم. مرسی از تماستون. همیشه موفق مایت باشین. مرسی از سپردم. خدا نگهدارتون. مرسی. متشکرم. مرسی از تماستون. انرژی خوبی که به برنامه‌مون میدین، یک دنیا ممنونتون هستم عزیز از تماسی که گرفتین. بله این بیننده عزیزمون توصیه خوبی کردن که با خداوند صحبت کنیم. با هر دین و مذهبی که هستیم فرق نمی‌کنه. ما یک خدا داریم. و همونجور که میگفتم که نیمکره یه چپ مغز ما با صحبت کردن قوی میشه. ورزش نیمکره یه چپ مغز ما صحبت کردنه. اول میتونیم با خودمون صحبت کنیم، در تنهایی خودمون با خودمون صحبت کنیم، بریم جلو آینه با خودمون صحبت کنیم، احساس واقعیمون رو به خودمون بگیم جلو آینه، سلف تاک، با خود حرف زدن. به میزانی که شما با خودتون خوب صحبت میکنین، به میزانی که برای خودتون ارزش قائلین، دیگرانم با شما خوب صحبت میکنن، دیگرانم برای شما ارزش قائلن. ولی فردی که خودشو دوست نداره، به خودش بد و بیرا میگه، با خودش بده، با خودش قهره، با خودش دعوا داره، انتظار نداشته باشه که دیگران دوستش داشته باشن. پس برای تقویت نیمکره چپ مغز اول با خودتون صحبت کنین، حرفای خوب به خودتون بزنین، خودتون رو تقویت کنین، باورهاتون رو عوض کنین. بعد به گفته این عزیز، بیننده عزیز، با خدای خودتون صحبت بکنین، خیلی کمک میکنه. با دیگران صحبت بکنین، توی جمع باشین با افراد دیگه. پس برای تقویت نیمکره چپ مغزمون میتونیم با صحبت کردن این نیمکره رو قوی بکنیم. بله عزیزان، امروز میخواییم این مغزمون رو از تنبلی درش بیاریم. امروز میخواییم که مغزمون رو بهش ورزش بدیم. این مغز ما میتونه برای اینکه تغییرش بدیم، یه مقدار همون راه رفتن، فعالیت کردن رو گفتم،
یه مقدار از تنهایی در بیاین، با کسی صحبت کنین. عزیزانی که اگر فکر میکنین کسی رو تو این مملکت ندارین، اگه واقعا فکر میکنین کسی رو تو دنیا ندارین، بعضی ها براشون پیش میاد فکر میکنن کسی رو تو دنیا ندارن، اول با خودتون خوب صحبت کنین، با خدای خودتون صحبت کنین، و اگر دوست داشتین با برنامه تماس بگیرین با ما صحبت کنین. اگر میخواییم به طور خصوصی صحبت کنین با شماره تلفن 818-657-9253 تماس بگیرین، پیغام بذارین، شمارتون رو بذارین، با اتون تماس میگیرم. افرادی که از طریق وایبر میخوان صحبت بکنن میتونیم باشون صحبت بکنیم و حرفای دلتون رو بزنیم. روش دیگه ای که ما میتونیم مغزمون رو تقویتش کنیم نوع تغذیه‌مونه، اینکه ما چی میخوریم. عزیزان سعی کنین میوه زیاد بخورین، سبزیجات زیاد بخورین، آجیل بخورین. بادوم ضد استرابه، فرق استراب داره. به جای اینکه چیپس و شکلات و نمیدونم شیرنیجات بخوره که استراب رو میبره بالا، به جای اینکه کافی بخورین، قهوه بخورین که استراب رو میبره بالا، آب بخورین، چای سبز بخورین. چایایی که این قدیم در ایران گلگاو زبون نمیدونم چای لوندر که تو ایران استقدوس بهش میگن، چای گیاهای طبیعی رو دم بکنین بخورین. از خوردن مشروبات الکلی خودداری کنین، از خوردن قهوه زیاد خودداری کنین، سیگار کشیدن، مواد مخدر، اینا مغز رو خراب میکنه. و در نهایت حتماً حداقل سالی یک بار که شده به پزشک معالج خودتون مراجعه کنین، یه چکاپ کامل بشین و ببینین که انشالله صحیح و سالم از زندگی خودتون لذت میبرین. در رابطه با اینکه مغزمون رو روش میتونیم کار بکنیم، فیلمی رو داریم که اگر آماده باشه اتاق فرمان ببینیم و برگردیم. There are a number of things that you can do to maximize your brain function, and the biggest one winds up actually being physical exercise. It's kind of like a muscle. You know, the more that you stretch it, the more that you work it, the stronger it gets. Your brain is much the same way. As important as being physically active is being socially active. Many studies show that people who are isolated just don't do as well as those that maintain social connections. And so we want you to maintain those connections and have those conversations, and that action is actually protective. It's good for you. One of the important factors for maintaining your brain health is to eat well. We're talking about eating, you know, good non-starchy vegetables, more of the fruits, colorful vegetables, and trying to avoid the sweets and the candies, and that helps your brain to function better. So then to keep your brain healthy, you need to make sure that you are managing what are called risk factors for brain disease. So these include things like high blood pressure, high blood sugar, cholesterol that could be elevated. You should have these items checked by your primary care doctor at least once a year so that you know what's going on. You'll do your brain a big favor in the long run. If you feel like your brain's not functioning as well as you would like or not as well as it used to, it's important that you seek a careful and thorough evaluation from a healthcare professional, and especially those that specialize in memory disorders. And that way we can identify what's going on and then help you take active steps to manage this. و ما چه کارهایی میتونیم با این مغز خودمون انجام بدیم. اگر یاد بگیریم، آموزش بدیم، تربیت بکنیم مغزمونو. آموزش و تربیت کردن مغز مثل دقیقا یادگیری یک کار جدیده، مثل یاد گرفتن مثلا دوچرخه سواری یا اسب سواری. وقتی که میخواییم اسب سواری یا دوچرخه سواری رو یاد بگیریم، اگر دقت کرده باشیم میبینیم که همه نمیتونن روی چرخ یا روی اسب خودشون رو نگه دارن و تعادلشون رو حفظ بکنن، ممکنه زمین بخورن بارها و بارها. چرا؟ وقتی که بدن ما حرکت اشتباهی رو انجام میده، مغز ما شروع میکنه به تنبیه کردن و ما رو زمین میندازه از روی چرخ، تا به جایی که ما میتونیم کنترل داشته باشیم که روی دوچرخه چطوری بشینیم، چطوری بدنمون رو تعادلش رو حفظ بکنیم، بعد مغز ما پاداش میده.
بعد از یه مدتی میبینیم که ما یاد گرفتیم چطوری دوچرخه سواری بکنیم، یا حتی یک اسب وحشی رو ما بیاییم رامش بکنیم، تربیتش بکنیم. مغز ما مثل یک اسب وحشی هستش، ما میتونیم رامش کنیم، خیلی کارا با مغزمون میتونیم انجام بدیم. تحقیقات خیلی زیاده راجع به مغز، حتی به این نتیجه رسیدن که انسان وقتی داره رانندگی میکنه و یک عابر پیاده ای رو میبینه که داره رد میشه، زمانی طول میکشه تا این مغزش اون سیگنال ها امواجش رو برسونه به پا و پا ترمز بکنه. حداقل به اندازه 3.5 متر فاصله با اون عابر پیاده. یعنی اگه این فرکانس ها زمانی که ما عابر پیاده رو میبینیم و مغز ما خبردار میشه که باید ترمز بکنه، بلا فاصله این سیگنال به پا برسه و ترمز بکنیم، احتمالاً یا به عابر پیاده نمیزنیم یا اگر که زدیم زیاد خسارت آنچنانی به لحاظ جانی به فرد زده نمیشه. مغز ما میتونه تربیت بشه و این فرکانس ها رو حتی اومدن نگاه کردن که در آینده ماشین هایی ساخته میشه که وقتی فرد عابر پیاده رو در حال رانندگی میبینه، بلا فاصله مغز خبردار میشه که الان باید ترمز کنه. این سیگنال به ماشین داده میشه و ماشین ترمز میکنه. علم روز به روز داره پیشرفت میکنه. فیلمی رو در این رابطه داریم که ببینیم چطور ما میتونیم با امواج مغزمون ماشین رو متوقف کنیم. برمیگردیم. فناوری پیشرفته نظر بگیرید، با خودروی خود با سرعت میرانید و یک بار عابر پیاده جلویتان سبز میشود. مسلماً در آن واحد باید ترمز کنید. اما نکته در این است که گاهی پای شما از مغزتان فرمان نمیبرد. در واقع پای ما با همون سرعت مغز عمل نمی کند و همین است که باعث تصادف میشود. اما آینده وضع به همین صورت نخواهد بود. خودروی شما فکرتان را میخواند، یعنی اینکه امواج مغزی راننده را دریافت میکند و این کاری است که پژوهشگران اینجا در انستیتوی تکنولوژی برلین انجام میدهند. هر کدام از راننده ها مجهز به کلاهایی دارای حسگر هستند که امواج مغز راننده را تشخیص میدهند. همه اعمال ما توسط مغز کنترل می شود و این چیز جدیدی نیست. اما آنچه که در این آزمایش برای ما جالب بود این که علائم مغزی به حدی قوی و مشخص است که به راحتی می توان از قبل آنها را پیش بینی کرد. مغز ضرورت ترمز کردن را 0.13 ثانیه زودتر از عکس العمل پا برای ترمز کردن نشان می دهد. این زمان کوتاه وقتی خودرو با سرعت 100 کیلومتر در حرکت است به 3.5 متر در بعد فاصله و در دنیای انسانی به تفاوت بین یک خراش ساده تا یک آسیب بسیار جدی ترجمه می شود. این طرح هنوز باید چالش های فنی زیادی را از سر بگذراند، کاری که این محققین در اینجا انجام می دهند. ما با امواج مغزمون خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. انسان قدرتش در مغزشه، انسان بودنش در مغزشه. حالا آیا به اینجا تموم میشه؟ آیا فقط مغز ما در آینده میتونه ماشین رو نگه داره؟ خیلی کارا با مغزمون میتونیم انجام بدیم. حتی افرادی که بنابرای دلایل مشکلات جسمی دارن، افرادی هستن که مادرزادی با معلولیت جسمی به دنیا آمدن و بدنشون حرکتی نداره، دستاشون حرکتی نداره، پاهاشون حرکتی نداره، اما مغزشون کار میکنه. این افراد در آینده خیلی کارا میتونن با این امواج مغز خودشون انجام بدن. حتی با امواج مغز میشه شطرنج بازی کرد. تعجب میکنی؟ بله عزیزان، با امواج مغز بدون حرکات دست میشه شطرنج بازی کرد. فیلمی رو در این رابطه داریم که میبینیم این فیلم رو، برمیگردیم.
فناوری پیشرفته. همچنان که مشاهده می کنید، این یک بازی شطرنج غیر معمول است. بازیگر بدون حرکت مقابل صفحه نشسته است و مهره ها خود به خود جابجا می شوند. با دریافت امواج فرستاده شده توسط مغز، به این شخص اجازه داده می شود فقط با تصور حرکت بعدی بازی کند. آنچه ما در اینجا شاهدش هستیم، اتصال مغز و رایانه است. این رابطه است بین مغز و رایانه. رایانه با خواندن فکر مغز آن را به حرکت تبدیل می کند. بازیگر فقط باید مهره‌ای که می خواهد حرکت بدهد را در ذهن تصور کند. رایانه آن را تشخیص می دهد و مهره را حرکت می دهد. بنابراین شخص بدون استفاده از دستهایش می تواند بازی کند. Erkennt der Computer das und führt den Zug für ihn aus. Damit kann er spielen, ohne dass er seine Hände bewegen muss. بازیگر یک کلاه الکتروانسفالوگرافی به سر خود نصب می کند. الکترودها فعالیت مغز او را در نواحی مهم تشخیص می دهند. هدف این فناوری فقط برای بازی کردن نیست، بلکه می تواند از نظر پزشکی بسیار کارآمد باشد. هدف این نمایش کمک به اشخاصی است که از بیماری‌های پیشرفته سلسله اعصاب رنج می‌برند. کسانی که قادر به حرکت مهره‌های شطرنج نیستند و حتی قادر به برقراری ارتباط نیستند. اغلب بیماران مانند ما قدرت شناخت دارند. پس می‌خواهیم به آنها این امکان را بدهیم که به ما نشان دهند قادر به چه کاری هستند. طبق گفته این محقق، فناوری اتصال مغز و رایانه هنوز نیاز به تکامل دارد تا بتوان از آن در بیمارستان‌ها استفاده کرد. آیا از رفتن به پزشک‌های مختلف خسته شده اید؟ و از بیماری روان‌تنی رنج می‌برید؟ زمان آن رسیده که برای رهایی از تمام دردهای روحی و جسمی اقدامی بکنید. برای تشخیص و پاکسازی ویروس کامپیوتر درون خودتان، فقط با کشیدن یک نقاشی بسیار ساده، حتی از راه دور، با من جیلا سیفی، مربی زندگی لایف کوچ، تماس بگیرید. 818-657-9253 818-657-9253 کامپیوتر را با صفارزاده آسان بیاموزید. بله عزیزان، برگشتیم. چقدر تبلیغ قشنگ این تبلیغ آقای صفارزاده. و عزیزانی هستن که تماس میگیرن، پدر مادران عزیزی که میگن ما میخواییم نقاشی براتون بفرستیم اما بلد نیستیم تکسش کنیم، بلد نیستیم با سلفون عکس بگیریم، بلد نیستیم ایمیل کنیم. عزیزان این فرصت ها هست، استفاده بکنین. آقای صفارزاده هفته یک بار اینجا برنامه لایف دارن، میتونین زنگ بزنین، سوالاتونو بپرسین، بگین چطوری ما میتونیم عکس بگیریم با سلفونامون، چطوری میتونیم برای تکس بکنیم. پدر مادرای عزیزی که من هفته گذشته تلفن‌های زیادی داشتم که میخواستن نقاشیشون رو بکشن ولی بلد نبودن چطوری، چون من خودم حقیقتا نمیتونم این آموزش رو بدم،
لطف کنیم با همین تبلیغی که دیدیم با آقای صفرزاده زنگ بزنیم، برنامه لایو خودشون چهارشنبه پخش میشه، تماس بگیرین. خودآموزایی هستش که میتونین تهیه بکنین و این کار بسیار ساده. چون هفته گذشته خیلی مورد رو من داشتم، پدر مادرایی که تماس گرفتن و میگن ما نقاشیمون رو کشیدیم، نمیخوایم بچه‌های ما بدونن که ما نقاشی رو کشیدیم برای شما بفرستین، چی کار کنیم؟ اگر نمیخواین یاد بگیرین، برین جاهای مختلف هستش، بهشون بدین که برای من ایمیل بکنن. ولی یاد بگیرین، مغزتون ورزش میکنه. آرامش درون بفرمایین. قطع شدیم. ببخشین عزیزان اگر که روی خط. الو نمیاد هستش. ببخشید. الو مثل اینکه برنامه این ویروس وارد شده این تلفنم، ویروس درون پیدا کرده، نمیشه ارتباط برقرار کرد. بیننده عزیز قطع نکنی. الو سلام دوباره. سلام جانم. خانم سیفی عزیز یه خواهشی از شما داشتم. خواهش می‌کنم. به جوری مغزمونو عادت بدیم برای نوشتن، چون من تو زندگیم فقط اینو نتونستم. یعنی الان 3 سال تموم من رفتم گلندل کالج و انگلیسی خیلی قشنگ میتونم یاد بگیرم، حرف بزنم و خوندنش خوب، ولی دیکتش رو خیلی برام چجوری بگم، هر کاری میکنم نتونستم خوب یاد بگیرم. اینو چجوری، اصلا دیکته فارسیم هم ضعیف بوده. الان نه، ولی اون موقع که دبیرستان بودم اینا اشکال داشتم از نظر نوشتن. آیا این ناراحتی مغزی چیه من نمیدونم، ممکنه خواهش کنم شما توضیح بدین ما چجوری عادت کنیم بتونیم یاد بگیریم؟ ممنون میشم از لطفتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی عزیزم تماس گرفتین. این که فرمودین که مشکل دارین در نوشتن و حتی یادگیری کلمات، ما اختلالی داریم که یه نوع اختلال، فرد مشکل داره که دیکته بنویسه، در نوشتن مشکل داره و این اختلال باید تشخیص داده بشه که آیا شما این اختلال رو دارین. چون اشاره کردین فقط برای زبان انگلیسی نیستش، برای زبان فارسی هم شما مشکل داشتین برای نوشتنش و احتمال زیاد نمرتون در درس دیکته خیلی پایین بوده و اینو یک اختلال هستش، اختلال یادگیری هستش. منتها قدم اول اینه که تشخیص داده بشه، چون خیلی از مسائل دیگه هم هستش. ممکنه یک فردی بنا به دلایلی، بنا به باورهایی، بنا به افکاری لطمه خورده از نوشتن، در یک سن کم، در مثلا زمانی که 7 سالش بوده 8 سالش بوده نامه ای نوشته، یک مسئله براش پیش اومده و این مسئله آنچنان توی ذوقش خورده که اصلا واکنش و عکس العملش اینه که من اصلا دیگه نمیخوام بنویسم و مغز اصلا مقاومت میکنه با نوشتن، چون خاطره بدی داره از نوشتن. و همون جور که خدمت شما عرض کردم، این مغز خودش رو تنبیه میکنه. منتها قدم اول باید اطلاعات بیشتری از شما گرفته بشه و تشخیص داده بشه که آیا این اختلال یادگیری، اختلال در نوشتن دیکته در شما هست، که اون یه بحث جداییه و روش درمانش فرق میکنه، یا نه شما اختلالی ندارین، بنا به دلایلی شما مغزتون چون خاطره و ذهنیت خوبی از نوشتن نداشتین داره مقاومت میکنه. مثل یک فردی که اومده دوچرخه سواری بکنه، زمین خورده، سرش جایی خورده، دست و پای زخمی شده و اصلا دیگه حاضر نیست به هیچ عنوان دوچرخه سوار بشه و اصلا دیگه قید این دوچرخه سواری رو زده، چون مغزش خاطره خوبی نداره و ادامه نداده دوچرخه سواری رو. مغز ما هر جایی که براش جالب نباشه و تعادلش به هم بخوره حاضر نیست ادامه بده. پس قدم اول تشخیصه. اگر دوست داشتین که این تشخیص رو من برای شما بدم، با شماره تلفن 818
657-92-53 تماس بگیرین که ببینیم آیا این نوشتن دیکته و لغات برای شما آیا یک اختلاله یا اینکه نه اختلال نیست، مقاومت مغزتونه. آرامش درون، آرامش درون بفرمایید. خانم سیفی، میخواستم بگم که من قد شد جانم. بله بفرمایید. میخواستم بگم که شما واقعا تشخیص خیلی عالی دارین. من در بچگی یعنی 6-7 ساله بودم، چپ دست بودم، اینقدر منو کتک زدن که عادت کردم به نوشتن دست راست. حالا این ممکنه، من نمیدونم، ولی این در ذهنم هست که خیلی کتک، همین این ترکه ها رو هی میزدن تو دستم که دست چپ نه دست راست، دست چپ نه دست راست. آیا این ممکنه؟ حتما ممکنه. من نمیدونم، خواهش میکنم اگه ممکنه جواب بدین. حتما. میخوای روی خط باشین یا نمیخوای روی خط باشین؟ نه میخوام بشنوم. حتما حتما. قربونتون. مرسی، خدا نگهدار. بله عزیزان، عزیز بیننده‌ای که تماس گرفتین، همون موردی که من اشاره کردم بهش که ممکنه در سن کم شما بنا به دلایلی در نوشتن تنبیه شدین و مغز شما اونجا متوقف شده و دیگه نمیخواد بنویسه. صحبتی که شما کردین که چپ دست بودین و متاسفانه به خاطر عدم آگاهی پدر مادرها، مخصوصا در زمانهای گذشته، بچه ها رو مثل شما متاسفانه تنبیه میکردن و این رو بد میدونستن که کسی با دست چپ بنویسه و مجبورشون میکردن که با دست راست بنویسن. این واقعا طبیعیه، 100% ممکنه مسئله شما همین باشه و این باور در مغز شما ساخته شده. مغز به طور اتوماتیک وقتی شما میخواییم بیاین دیکته بنویسین شروع میکنه به تنبیه کردن و متوقف میشه و شما دست برمیدارین از نوشتن. دقیقا همینه. و این موردی که شما اشاره کردین، اون اختلال در نوشتن، اختلال در دیکته رو رد میکنه. اون یه بحث کاملا جدا و پیچیده یه داشتن اختلال. برنامه شما همون ویروس درونی رو که دارم میگم، یعنی در کامپیوتر درون شما، در مغز شما، این ویروس ترس از نوشتن ایجاد شده. شما میترسین که بنویسین، چون زمانی که با دست چپ شروع کردین به نوشتن تنبیه شدین و مغز شما به گونه ای تربیت شده که موقع نوشتن واکنش از خودش نشون میده، هورمون هایی رو ترشح میکنه که خوشایند نیست و شما سریع متوقف میشین. روش درمان برای این موردی که شما اشاره کردین خیلی سریع تره، خیلی آسون تره. چرا که فقط کافیه شما باورهاتون تغییر بکنه. یعنی اون ویروس هایی که وارد کامپیوتر درونتون شده، ویروس هایی که در شما ترس رو ایجاد کرده و تنبیه شدین متاسفانه، اونا از ذهنتون پاک بشه. خیلی سریع تر از اونی که فکر میکنین براتون امکان پذیره. و برای اینکه ببینیم عزیز من، بیننده عزیز، آیا غیر از این موردی که شما الان بهش اشاره کردین در موارد دیگه هم هستش که مغز شما این کامپیوتر درونتون ویروس وارد شده؟ چون فرزندی که در سن پایین، در سن 6-7 تا زیر 12 سالگی تنبیه بدنی میشه به هر علتی که باشه، حالا مسئله فقط نوشتن نباشه، به هر علتی که تنبیه بدنی میشه، به هر علتی که تنبیه میشه و کلمات زشت و زننده از پدر مادرش میشنوه، به هر علتی پدر مادر میگن ما دوستت نداریم و ای کاش فرزندی مثل تو رو نداشتیم، فرد در زیر 12 سالگی که نمیتونه تفکر انتزاعی داشته باشه و تفکرش فقط عینیه، یعنی اون چیزی رو که میشنوه عین واقعیت میدونه و باور میکنه، ویروس های زیادی وارد کامپیوتر درونش میشه. فقط ویروس ترس نیست، این فرد دیگه خودش رو دوست نداره، این فرد به طور ناخودآگاه خودش شروع به تنبیه خودش میکنه.
ممکنه متاسفانه مشکلات روحی روانی در فرد ایجاد بشه. ممکنه فرد مشکلات جسمی پیدا بکنه و هر چقدر پزشک معالج میره، هر کاری براش انجام میدن، میگن که ما نمیدونیم ناراحتی تو چیه، ولی فرد ممکنه بیماری سایکوسوماتیک یا روانتنی بگیره، ممکنه سردردهای میگرنی بگیره، آسم بگیره و خیلی از مسائل جسمی که ریشه و علتش مسائل روحی هستش. بینندگان عزیزی که لطف میکنن و با برنامه تماس میگیرن، میان سوالای خودشون رو، مسائل خودشون رو مطرح میکنن، واقعا ازشون سپاسگزار هستم، چون علاوه بر این که ما با هم صحبت میکنیم، همونطور که مثل این بیننده‌ای که تماس گرفتن و فکر میکردن شاید اختلال دارن در این که نمیتونن بنویسن، اما به اینجا رسیدن که نه، اون تنبیهایی که به خاطر اینکه چپ دست بودن تنبیه شدن، این مشکل رو درشون ایجاد کرده، باعث میشه افرادی که میان مسائل خودشون رو مطرح میکنن برای بقیه هم آموزنده باشه. هدف از این برنامه همینه. هدف از این برنامه فقط دادن اطلاعات و آگاهی و آموزشه. ما اینجا کار درمان یا تراپی انجام نمیدیم. چون که این فرد عزیز که میاد میگه که من چون چپ دست بودم و پدر مادر منو تنبیه میکردن، کتکم میزدن، این برای پدر مادری که یک فرزند کوچکی داره و این فرزندش چپ دسته، حداقل با دیدن این برنامه، با شنیدن درد دل این فرد عزیز، دست نگه میداره، متوقف میکنه خودش رو و دیگه فرزند خودش رو، فرزند عزیزش رو تنبیه نمیکنه. عزیزان، به برنامه‌های آموزشی تلویزیون‌ها توجه کنین. بیشتر از اون که میشینین سریال‌هایی رو نگاه میکنین که ساعت زیاد و طولانی جلوی تلویزیون نشستن و مدام این سریال تموم شد سریال دیگه‌ای رو نگاه میکنین، یک سریال رو برای خودتون انتخاب کنین و دنبال کنین، بعد بگردین کانال تلویزیون رو عوض کنین، ببینین کجا برنامه آموزشی هستش، کجا برنامه‌ای هستش که میتونه زندگی شما رو تغییر بده، کمک میکنه به سلامتیتون، کمک میکنه به یادگیریتون، کمک میکنه که مغزتون تقویت بشه. به این برنامه ها توجه کنین. و در نهایت عزیزانی که میخوان تشخیص بدن، میخوان ببینن که این مغزشون چطوری پروگرام شده، مسائل مختلفی رو براشون ایجاد کرده، مشکلات روحی بهشون داده، مشکلات جسمی بهشون داده، چرا که وقتی که یک فردی این امواج مغزش تغییر میکنه، اون شیمیای مغزش هم تغییر میکنه. میخوان تشخیص بدن با کشیدن یک نقاشی، فرستادن این نقاشی برای من، تماس بگیریم با شماره تلفن 818-657-9253 و یک بار این کار تشخیص داده بشه، یک بار برای خودتون، برای سلامتی روحی و جسمی خودتون کار انجام بدین. مطمئن باشین که افرادی که تماس گرفتن میگن کاش زودتر با این برنامه آشنا میشدیم و زودتر در واقع شناخت نسبت به خودمون پیدا بکنیم. عزیزان، تو این برنامه ها راهکارهایی که ما براتون میارم، اصلا نمیگم داروهاتون رو بذارین کنار، از این روش ها استفاده کنین. قدم اول، با هر فردی که میخواین کار کنین زیر نظر پزشک معالج خودتون باشین. به لحاظ جسمی یه چکاپ کامل انجام بدین و اگر دیدین که مسئله جسمی برای شما نیست یا این مسئله جسمی که دارین قابل حل نیست، با یک روانشناس، با یک مربی زندگی، لایف کوچ تماس بگیرین و اون مسائل روحی روانی، مسائلی که در مغز شما، در برنامه مغزتون هست رو بررسی کنین. مسائل روحی در انسان زمانی ایجاد میشه که اون مواد شیمیایی مغز تعادلش به هم میخوره. ما اینجا نمیتونیم به شما بگیم که خب حالا برای این که مواد شیمیایی مغز شما به تعادل برگرده چه روشی رو استفاده کنیم، اما اینو میتونیم به شما بگیم که عزیزان، اگر شما امواج مغزتون رو یاد بگیرین، باهاش آشنا بشین که این امواج مغز چیه، چی کار میکنه و شما به طور ارادی و خودتون در منزل میتونین این امواج مغز رو پایین بیارین،
با تغییر امواج مغز تأثیری که داره اون مواد شیمیایی مغز تغییر میکنه. وقتی شما امواج مغزتون رو تغییر میدین، هورمون‌هایی در بدنش در مغز شما ترشح میشه که به شما آرامش میده. هورمون سروتونین در مغز شما ترشح میشه که باعث شادی شما میشه. به جای اینکه از قرص سروتونین استفاده کنین، بیاین روش پایین آوردن امواج مغزتون رو یاد بگیرین. بیاین یاد بگیرین که ما چطوری میتونیم این مغز رو آموزش بدیم، چطوری میتونیم تربیتش کنیم. وقتی که تعادلی ایجاد شد و شما یاد گرفتین در رابطه با امواج مغز و اینکه چطوری به طور ارادی میتونین این امواج رو تغییر بدین و در سطحی قرار بگیرین که میخواین باشه، مواد شیمیایی مغز شما به تعادل میرسه. تعادل در مواد شیمیایی مغز اولا باعث میشه شما به لحاظ روانی در تعادل باشین. دوما وقتی مواد شیمیایی مغز شما در تعادل بود، این تعادل به جسم شما منتقل میشه و بدن شما، جسم شما تعادل پیدا میکنه که باعث میشه پیشگیری بکنه از بیماری های مختلف. این امواج مغز رو نشون میده که امواج مغز در سطح‌های مختلف چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته. اول لازمه که بگم واحد اندازه‌گیری امواج مغز هرتز هستش و یک هرتز برابر یک سیکل در ثانیه هستش. مثلا اگر میگیم امواج مغز 8 هرتزه، یعنی 8 سیکل در ثانیه. وقتی که امواج مغز ما در سطح بتا قرار میگیره، یعنی بین 14 تا 30 هرتز، ما در وضعیت بیداری هستیم. در وضعیتی که الان شما عزیزان بیدار هستین، دارین به برنامه توجه میکنین. وقتی که امواج مغز ما در سطح بتا هستش، ما میتونیم تفکر داشته باشیم، میتونیم تمرکز داشته باشیم، میتونیم محاسبات ریاضی رو انجام بدیم. متابولیسم بدن ما افزایش پیدا میکنه. این وقتی که شما در سطح بتا میخواین قرار بگیرین، میخواین در سطح بیداری احساس خواب‌آلودگی میکنین و میخواین در سطح بتا قرار بگیرین، میتونین از کافئین استفاده کنین، کافی بخورین. اما توجه داشته باشین که استراب بالا میره در سطح امواج مغز در سطح بتا، باعث میشه استراب بالا باشه. اما وقتی که امواج مغز ما در سطح آلفا قرار میگیره، زمانیه که فرکانس بین 9 تا 13 هرتزه، در واقع در وضعیت بیداری هستیم ولی باعث آرامش خاطر میشه. ما در امواج آلفا میتونیم یادگیری داشته باشیم، خیال پردازی بکنیم. زمانی که شما چشماتون رو میبندین، میتونین امواج مغزتون رو در سطح آلفا قرار بدین و استراب در این مرحله کمتره. ما بیشتر تفکرمون مثبت میشه، سروتونین در مغز ما یا همون هورمون شادی ترشح میشه. اما وقتی که امواج مغز ما میاد در سطح تتا قرار میگیره، یعنی فرکانس مغز ما بین 4 تا 8 هرتز، در واقع یک مرحله قبل از خوابه و هنگامیه که هستش که ما کم کم داریم وارد خواب میشیم، یعنی خواب سبک. امیدوارم که الان عزیزان بیننده خوابشون نگرفته باشه و امواج مغزشون در سطح تتا قرار نگرفته باشه. در سطح تتا زمانیه که ما مراقبه میکنیم، نیایش میکنیم، هیپنوتیزم میکنیم، خلاقیت داریم و در زمانی هستش که ما میتونیم به اطلاعات ضمیر ناخودآگاهمون دسترسی داشته باشیم. اما وقتی امواج مغز ما در سطح دلتا قرار میگیره، فرکانسی که هستش بین 1 تا 3 هرتز هستش و مرحله ای هستش که خواب ظاهر میشه و خواب عمیق اتفاق میفته. اما در این مرحله انسان خواب نمیبینه و در این مرحله هستش که هورمون رشد و ترمیم بافت های بدن ترشح میشه و اون ساعت درونی بدن انسان در این مرحله در این امواج دلتا تنظیم میشه. برای همینه که عزیزان ما نیاز داریم امواج مغزمون رو تغییر بدیم. ما نیاز داریم عزیزان بخوابیم
خواب یکی از مهمترین مسائلی هستش که ما باید حتما داشته باشیم. بدن ما خودش رو بازسازی میکنه، هرچند مغز ما همچنان بیداره و به کار خودش داره ادامه میده و اون اندام هایی که به طور اتوماتیک مثل قلبمون داره کار میکنه، زمانی که ما خوابیدیم کاریه که مغز ما بیداره و برای ما انجام میده. مرسی از عزیزانی که به این برنامه توجه میکنین، مرسی از اینکه تماس میگیرین، با تشکر از اتاق فرمان که خیلی زحمت میکشن تا اینکه ما این برنامه رو به شما ارائه بدیم. واقعا زحمت میکشن حتی قبل از اینکه برنامه شروع بشه. عزیزان این فیلم های نکسا رو در اختیار اتاق فرمان قرار میدیم و واقعا زحمت میکشن. تشکر دارم از ایشون، از عزیزانی که پشت صحنه دارن تلاش میکنن که این برنامه به منزل شما بیاد. تا برنامه بعد عزیزان، شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. آیا از رفتن به پزشک های مختلف خسته شده اید و از بیماری روانتنی رنج میبرید؟ زمان آن رسیده که برای رهایی از تمام دردهای روحی و جسمی اقدامی بکنید. برای تشخیص و پاکسازی ویروس کامپیوتر درون خودتان، فقط با کشیدن یک نقاشی بسیار ساده حتی از راه دور با من جیلا سیفی، مربی زندگی لایف کوچ، تماس بگیرید. 818-657-9253 818-657-9253. مژده به هموطنان عزیز، موسیقی سرای شرکت کتاب تقدیم می کند آموزش موسیقی با روش کوشا توسط سوسن کوشادپور، مؤلف مجموعه کتاب‌های آهنگ‌های ساده برای نوآموزان پیانو و 7 اثر برگزیده از استاد معروفی. آموزش سازهای ایرانی و غربی توسط استادان مجرب دانشگاهی، بازسازی، تعمیر و فروش همه گونه سازهای ایرانی و فروش لوازم جنبی سازهای موسیقی. لطفاً جهت ثبت نام برای ترم جدید با تلفن 310-477-7477 موسیقی سرای شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. اگر مایلید به شبکه ها و برنامه های تلویزیونی مورد علاقه خود در هر زمان و در هر کجا دسترسی داشته باشید، اگر می خواهید هزینه سرویس های تلویزیونی و کابلی خود را کاهش دهید، اگر می خواهید برای همیشه از مشکلات ماهواره و نصب آن راحت شوید، در هر کجای دنیا که هستید با سرویس فوتوز دنیایی از شبکه های تلویزیونی و برنامه های متنوع و سرگرم کننده در اختیار شما خواهد بود. فوتوز با هزینه کمتر و کیفیت بهتر نسبت به سرویس های مشابه به آسانی امکان تماشای شبکه های فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، خبری و مذهبی را با زبان های مختلف برای شما فراهم می کند. علاقمندان می توانند یک ماه برای آزمایش به صورت رایگان از این سرویس استفاده کنند. دسترسی به سرویس فوتوز از طریق دستگاه های اپل، اندروید و اکثر سیستم های کامپیوتری، جعبه راکو و جعبه مخصوص فوتوز امکان پذیر است. اطلاعات تماس و سفارش وبسایت www.fotros.com